این تحریم ها بالاخره یه روز تموم میشه. احترامت واجب هم اصلا مرف از تحریم و دشمنی نزن که چخاشم نمیدن. کی صدای شکستن استخونهای ما رسید تحریم های سنگین شنید و به داد ما رسید. این دنیا به تن خستم از چپ و راست داره بارانداز میزنه و برکانمون نیست. به آشنا گفتم گرفتارم خنجر گذاشتی خرخرم تا قریبه جیبم خالی. دیدم مهدی با گروه همت و مجلس سوزوکی هایی که میتونستن کوه جا به جا کنن وقتی حرف از خاک و ناموس میشد مثل شیر نعره میکشیدن زمین زیر پاهاشون ترک میخورده هرچی کفدار بود و اینا موش از ترس به خوششون میلرزیدن چی شد؟ رفتم و جونشون رو گذاشتم واسه ایرانو مثل مرد وایستادن جلوی خانپارو پرپر شدن اما بعضی از رفقاشون راه هنر ادامه ندادن و تنها گذاشتن. این خیانت تو رفاقته، یعنی این رفاقته، نزنی میزنن. حالا اون جوانا کجا؟ اونایی که دیگه نمیتونن رو پاهاشون واسن کجا؟ همه دلخوشیشون تو این دنیا بیلچرشون و همه سرگرمیشون نگاه به در و دیوار و سقف و اتاقشون. الهی نور به زندگیشون ببانه. چقدر شبایی که از درد ترکش تو بدنشون اینو مار به خودشون پیچیدن و از نامردی ها و کنایه ها دم نزدن و مثل شمع آب شدن. حالا چی شد؟ چند تا مسئول بیمعرفت آقا دادای از خدا بیخبر مش مش سهمشون از سفره انقلاب بالا کشیدن رو خون شهدا رو پایمال کردن. من هم این حرفا رو میزنم و میفرستمشون واسه بعضی از مسئولی. تازه این اول درد دلام تو روز روشن جیبام رو میزن نمیدونی چه اختلاسی میکنم. نه چشاشون دیگه اعتیاد جوانا رو نمیبینه و اصلا میفهمی چشاشون دیگه گرونی ها و تورم رو نمیبینه. این بار میرم با آقا التماس میکنم حساب یکی یکیشون رو برسه. بایتون نیاد شما دیگه برای خودتون عمرتون کردید. خیال میکنه چی میشه هم اصلا کسی از حرفای ما ناراحت میشه؟ نه سه دفعه کارتیش بیفته به جون بچه ها و سه دفعه اتوبوس شب کنه و زلزله بیاد همه یادشون میره شن خوب کیا بودن و چی کار کردن و الان کجا. همینطور که تا الان یادمون رفت دیگه تو این دور زمونه همه حوصله داستان گوش کردن و دارن.